اعتراض علیه گرانی نان بستری برای مبارزه توده روز دهم ده آذر خبرگزاری ها در جمهوری اسلامی از قول محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کردند که قیمت نان بنا بر خواسته اتحادیه نانوایان و برای جبران افزایش هزینه انرژی و دست مزد کارگران از روز دهم ده آذر 93 حد اکثر به میزان سی درصد افزایش یافت بر این اساس قیمت نان بربری از 500 به 650 نان سنگک از 600 به 780 و نان لواش و تافتون از 300 به 390 تومان افزایش پیدا کرد اما گزارش ها حاکی از آن است که قیمت انواع نان تا 40 درصد و بیشتر هم گران شده است نوبخت تأکید کرد که دولت رسن قیمت نان را بالا نبرده بلکه به صاحبان نانوایی ها اجازه داده تا آن را گران کنند او گفت که این امر برای بهبود کیفیت نان جلوگیری از کاهش وزن چونه ها و کم فروشی کار فرمایان خبازی ها لازم بوده است در این اظهارات که پس از چند بار تکذیب گران شدن نان و سخنان پرتناقض دیگر سران رژیم بیان گردید چند نکته قابل تعمل است قبل از هر چیز دادن اجازه به کارفرمایان برای گران کردن نان به این معنی است که دولت قصد دارد سرانجام شانه از زیر بار دادن هر گونه یاران به گندم و آرد و تعیین قیمت ها خالی نماید و تعیین قیمت نان را تماما به خود صاحبان خبازی ها بسپارد. مردم فراموش نکردند که روحانی در دوره انتخابات وعده داده بود که هم وضع کارگران و زنان را بهبود خواهد بخشید و هم فرصتهای بهتری را برای کارفرمایان بخش خصوصی فراهم میسازد. آن وعده های پر از تناقض طبعا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به نفع سرمایه داران و به زیان کارگران عملی شده است. گران شدن نان و سپردن تعیین قیمت آن به دارندگان نانوایی ها فقط یکی از آنهاست اما موارد دیگر هم به همین اندازه قابل توجهند کابینه امنیتی یازدهم در چهارم اردیبهشت ماه امسال قیمت حامل های انرژی را پنجاه تا هفتاد و پنج درصد افزایش داد این افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای صنعتی و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل و همچنین موجب افزایش هزینه حمل و نقل شهری اعم از نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس و غیره شد و دود آن مستقیما به چشم محرومان جامعه رفت اکنون گرانتر کردن قیمت نان این فرق را عمیقتر هم می کند به عبارت دیگر دولت دارد افزایش قیمت حامل های انرژی را از جیب کارگران و زحمتکشان بیرون می کشد. سخنگوی دولت در کنار افزایش هزینه انرژی زیاد شدن دستمزد کارگران خبازی ها را نیز بهانه برای بالا بردن قیمت نان ذکر کرد. این دیگر اوج بیشرمی یک خدمتگزار سرمایه است. خبرگزاری حکومتی ایلنا در 20 خرداد 93 نوشت که حداقل دستمزد کارگران خباز از سال 91 تا کنون بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار افزایش نیافته است و کارفرمایان نانوایی ها در تمام این سه سال افزایش دستمزد کارگران را به افزایش بهای نان منود کردند کارگران خبازی ها همیشه و به اشکال گوناگون اعلام کردهاند که افزایش دستمزد آنها باید از سودهای کلان، سوبسیدها و راندهای داده شده به دارندگان خبازیها پرداخت شود و نه با کردن قیمت نان و از جیب خود کارگران و مردم زحمتکش. کارگران خبازیهای شهرهای مریوان و سنندج در بند دوم قطنامه مشترک سال جاری خود به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام کردند ما کارگران خباز خواهان عدم افزایش قیمت نان بوده و منود کردن افزایش دست مستهایمان به افزایش نرخ نان را ظلمی آشکار در حق هزاران کارگر خباز و سرپیچی از قانون دانسته و ضمن محکوم کردن عدم افزایش دست مستهای خود طی چند سال اخیر تصویب حداقل دستمزد 608 هزار تومانی از سوی شورای عالی کار را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و مصران خواهان افزایش فوری دستمزد های خود بر اساس نیازهای واقعی زندگی کارگران میباشیم دلایل دیگر آقای نوبخت توفی سربالا به صورت دولتمردان جمهوری اسلامی است سخنگوی دولت تدبیر و امید می گوید تا کنون صاحبان خبازی ها نان را با کیفیت بد و با وزن پایین تر از میزان تعیین شده فروختند. پرسیدنیست چرا رژیمی که محسن امیر اصلانی را فقط به خاطر شک کردن در زنده ماندن یونس در دل نهنگ اعدام می کند در برابر مالکین خبازی ها که عمری است به اشکال مختلف در پختن نان تقلب می کنند ساکت ماندهاند و بدتر از آن به آنان این امتیاز را میدهند دهند که نان این غذای اصلی مردم را گران کنند تا این دزدان و متقلبین باز هم بهتر شوند سوال این است که چرا دولت روحانی در این ماه که بحث افزایش دستمزد مشمولین قانون کار مطرح شده با عجله افزایش قیمت نان را داده است چرا کابینه یازدهم در شرایطی که افزایش نازل 17 درصدی حقوق کارمندان را در طرح بودجه گنجنده دست به این کار زده است به نظر می رسد که بخش زیادی از ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت یا دزدیده شده و یا هزینه تجهیز و گسترش نیروهای سرکوب و بروکراسی دولت شده است بنا گزارش خبرگزاری مهر بودجه سال 93 برای نهادهای نظیر مجمع تشخیص مسلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، سازمان بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ارتش و چند نهاد دیگر در مقایسه با بودجه همین ارگان ها در سال 92 به طور میانگین سی درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین روشن است، در شرایطی که بهای نفت ایران به کمتر از هفتاد دلار در هر بشکه رسیده دولت باید کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت را از سفره خالی مردم تأمین کند کاستن از یارانه آرد و گندم و گران کردن شتاب زده نان در این راستا انجام گرفته است دولت روحانی با قطع و یا کاستن یارانه گندم و آرد در واقع دست صاحبان خبازی ها را باز گذاشته تا قیمت نان را بالا ببرند در واقع به آنان امکان داده تا به قیمت زندگی و سلامت مردم سودهای بیشتری به جیب بزنند تنها راه مقابله با این تعرض آشکار به سطح معیشت محرومان جامعه اعتراض یک پارچه و سازمان یافته کارگران و مردم زحمتکش است در جامعه ای که قیمت نان یک شبه بیش از سی درصد افزایش می یابد چرا نباید دستمزدها متناسب با افزایش قیمت نان افزایش یابند چه دست همچنان سه مرتبه زیر خط فقر هستند در شرایط کنونی مبارزه علیه روند تصاعدی قیمت نان و سطح پایین دستمزدها یکی از عرصه های مهم رویارویی جنبش کارگری با دولت و سرمایهداران است مبارزه علیه گرانی نان و مبارزه برای افزایش دستمزدها از مقبولیت اجتماعی برخوردار است و می تواند به سر مناسبی برای برپایی جنبش اعتراضی علیه وضعیت موجود باشد